و واکنش ها به مرگ دکتر فرشید حکی، حقوقدان و فعال محیط زیست که جسدش 6 روز پیش در محله باقی‌فیض تهران در خودروی سواری کاملا سوخته پیدا و حالا به یک معمای بزرگ تبدیل شده. پزشکی قانونی انتشار هر گونه بیانیه مبنی بر خودسوزی آقای حکی رو رد کرده، اما منابع خبری رسمی در ایران میگن این حقوقدان خودکشی کرده، موضوعی که امروز دادستان درباره صحبت کرد و در واقع بر ابهامات و تناقض‌ها درباره این پرونده افزود. همین تناقض‌ها باعث شده افکار عمومی در ایران حکومت رو به نوعی مسئول قتل این فعال مدنی منتقد جمهوری اسلامی بدونن. همکارم مدیا مصور اینجاست تا بیشتر درباره این مسئله برامون توضیح بده. مدیا، دکتر فرشید حکی یکی از حقوقدانهایی که فعالیت‌های زیادی داشت در زمینه‌های حقوق بشری و محیط زیستی، اما چهارشنبه همینطور که اشاره کردی در حالی پیکرش پیدا شد غروب که کاملا بدنش سوخته بود و ماشینش هم همینطور. حالا بعد از 6 روز اولین مقام رسمی یعنی دادستان تهران واکنش نشون داده. اون گفته که هیچ ضرب و شتمی روی اون پیکری که پیدا شده وجود نداره، آثارش و ضرب و جرح بله وجود نداره، در عین حال که داروهایی که آقای حکی استفاده میکرده هنوز هم بقایاش در خونش وجود داره و آقای حکی طی سالهای گذشته هیچ پرونده قضایی رو قبول نکرده بوده، فعالیت محیط زیستی هم نداشته. چیزی که نزدیکان آقای حکی بهش اعتراض دارن و میگن که ایشون فعال محیط زیست بوده، حمایت میکرده، کمپین های زیادی رو درش مشارکت داشته، مثل حمایت از زاگرس یا صدای پای آب. با وکیلش گویا صحبت کردی؟ دقیقاً با وکیلش هم صحبت کردم. بریم بخشایش رو ببینیم، برگردیم بیشتر صحبت کنیم. حتما. روز چهارشنبه آقای دکتر حدود ساعت 11:30 صبح منزل ترک میکنه و حدود ساعت 7 شب با همسرشون تماس میگیرن از کلانتری، بهشون میگن که این ماشین که همسر شما ساعت 6 آتیش گرفته و خب یه جسدی هم که منتسب به آقای دکتر هست، البته هنوز احراز هویت نشده، از دخترشون آزمایش دی ان ای کردن که باید ما منتظر باشیم جواب آزمایش دی ان ای بیاد، ولی احتمالاً جسد برای ایشونه. جسد عقب ماشین بوده و سوخته بوده و آنطور که پلیس گفته قبل از اینکه جسد سوخته بشه با ضربات چاقو که به ناحیه شکم و اینها وارد شده بوده این شخص فوت شده بوده که خب به خانواده اطلاع میدن، اما اونجا در مجاورت اون خیابون که ماشین درش واقع بوده، خیابون سیمین بلوار که نزدیک خونه آقای دکترم بوده، این آتش سوزی که انجام شده یه بانکی بوده، بانک صادرات، یکی از کارمندای اون بانک دیده که یکی پژو پرشیا سفید یا این ماشین آتش زده و متوجه شده و حتی اون کارمند شمارش هم یادداشت کرده. این سرنخ‌هایی که ما داریم، این قتل میتونه خصومت شخصی باشه و میتونه نباشه، ما نمیدونیم. در واقع تحقیقات بعد اینو نشون بده در اون پروسه قانونی و قضایی. ما خواستیم که تلفن و پیامک ها و تلگرام آقای دکتر از طرف مقام قضایی مورد استلام قرار بگیره که ببینیم آیا میتونه خصومت شخصی باشه یا نه. احتمالات مختلفی وجود داره. ایشون یه شخص فرهیخته و از نظر شخصیت و اخلاقی وارسته بود، حتی مواردی بود که دیگران از نظر روحی مشکل داشتن ایشون کمک میکرد. به هیچ عنوانی همچین چیزی نمیتونه متصور باشه که خودکشی باشه، اینها کذبه و اگر ادامه بخواد پیدا بکنه که بخواد روی تحقیقات دادگاه اثر بگذاره، قطعا ما حق پیگیری قضایی رو در مورد این اکاذیب برای خانوادهش محترم خواهیم شمرد. اما باید تاکید بکنم که آقای مقیمی خیلی اصرار داشتن بگن که هیچ نشانه‌ای بر خودکشی وجود نداره و ایشون حتما به قتل رسیدن، اما خبرگزاری‌های داخلی هم مثل تسنیم گفتن و منتشر کردن که اول گفتن پزشک قانونی اعلام کرده که ایشون خودکشی کرده، خانواده‌شون هم پذیرفتن که ایشون خودکشی کرده، چیزی که ساعتی قبل هم پزشک قانونی اون رو کاملا تکذیب کرد و هم خانواده آقای حکی گفتن که اصلا امکان خودکشی وجود نداره. در این حال باید توجه داشته باشیم که طی چند سال گذشته آقای حکی مدام تلاش داشتن، مثلا در برهه‌ای که ایشون کاندیدای انتخابات شورای شهر بودن، صدای کسایی باشن که هیچ تریبونی برای صحبت کردن ندارن، مثل کودکان کار، کارگران جنسی، گورخواب‌ها یا حتی زنانی که از فقر ناچار میشن کودکانشون رو در اصل و در وقتی که در رحم شون هستن بفروشن. به همین خاطر گروهی از کاربران و عده‌ای در خبرگزاری ها بحث های متفاوتی رو بهش پرداختن که فکر کنم در داغ‌ترین ها محشید به اون به صورت کامل بپرداخت.